با عرض سلام دوستان عزیز، خدا کند که همه شما خوش و خوشحال و صحتمند باشین. از خداوند پاک بر همه شما صحتمندی سلامتی آرزو میکنم. به همه آن آرزومندی که همتان دارای صحت کامل هستین و یک روز خوش پیش رو دارین، برنامه امروزی مالگ را آغازگر میشویم. در ابتدا مواد لازمه را از روی صفحه تلویزیون تان نوت کنین. مواد لازمه مرغ داشی با ترکاری: مرغ درست 1 عدد، سماراق 6 عدد، زردک 3 عدد، جووری خرد 3 عدد، کچولو 9 دانه، زنجفیل 1 عدد، سیر 9 دندانه، پیاز 1 عدد، سرکه 1 گلاس، تیزپته 3 برگ، دارچینی 1.5 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 1 قاشق چایخوری، دارچینی سالم 3 برگ، نمک به قدر ضرورت. غذایی را که ما بر شما پخته میکنم، مواد لازمی از بست روغن، مرغ، البته مرغ بالکل ثابت است که با انواع ترکاری بر شما پخته میکنم، و مواد لازمی دیگر از بست سمارق، زردک، جواری، کچولو، البته جوجه دست، زنجفیل، سیر، پیاز، سرکه، نمک، تیزپته، دالچینی و مرچ سیاه که قبل از همه چی میکنیم؟ خب کچالو را البته قبلا جوش دادیم، میگه چی میکنیم؟ پوست میکنیم. چون وقت برنامه کم است، بعضی کارا را ما قبلا انجام باید بدیم. غذای بسیار خوب و نو فکر میکنم بر شما میره آماده میکنم. خب کچالو را پوست کردیم، بعضی جای کاش که بسه ضرورت بخاطر زی داره که باید روی ما کت کنیم، کت میکنیم. خب خصوصا این قسمت های بالش دوست عزیز. اینجا یک مقدار سیر است، امرای زنجفیل و سرکه. این رو چی میکنیم؟ تمام شده مخلوط کن مندازیم، این رو مخلوط میکنیم. خب برابر با یک گیلاس سرکه در بینش اضافه میکنیم. باید قاشق مرچ سیاه. چی میکنیم که؟ مخلوط میکنیم. چی میکنیم که یک قاشق هم نمک در بین زمین اضافه میکنیم. خب این مخلوط شد. خب یک انسر به کلا نمیگیریم و مرغ در بینش میمونیم. میکنیم که خوبم روی زمین مخلوط میکنیم.
حالا این چی میکنیم که دلچینی میدارم برویزی پاش میکنیم اینو چند دقیقه میمونیم و این ترکاریایی که پیش روی مسیر چی میکنیم خرد خرد ریزه میکنیم خب مال چی هست که اینجا؟ زردک است زردک برام چی میکنیم که؟ ریزه میکنیم زردک کلانتر است یکم کنیم خودتر می سوزیمش خب دوستای عزیز شما می فهمین که زردک از جمله ترکاری هایی است که دارای بسیار ویتامین های زیاد می باشه خصوصا برای نور چشم بسیار زیاد فایده می کنه و خصوصا اطفال نوزاد باشه که بتانن مثلا بعد از ماهای ششم مادرانشون اگر از جوس زردک برش بتن در نشو نموی طفل بسیار زیاد کوشش میکنه و در کشیدن دندان بسیار زیاد برشان فایده زیاد داره خب کوشش کنین که زردک هم به حساب پخته کنین هم جوسش بخورین و هم به شکل خام بر طریق شما خواسته باشین میتونین زردک نوش جان کنین خب اینجا یک مقدار جواری سیر میبینین جواری بسیار نفیس و نازک است که البته در بازار بسیار با آرامی و آسانی دستیاب میشه خب بیرم چی میکنیم؟ توته میکنیم خب این مرغ امروز به حساب باز شکل ترکاری ها ما بر شما ایره آماده میشیم انشالله در برنامه های بعدی با شکل های مختلف با طریق های خوبش و پرکیف و مزدار بر شما آماده میکنم و امروز هم که بر شما پخته میکنم انشالله بسیار مزدار و میبینید که کل از این ویتامین است جواری، زردک، سمارق، همه چیزی که در این شامل میشن تمام از این به حساب ویتامین داره خب زنجفیل رو میفهمیم که یه جمله ترکاری هاییست که بسیار زیاد فایده داره و ایره دکترهای جهان تثبیت کرده که باید هر انسان روزمره 4 گرم زنجفیل باید استفاده کنه که ما معمولاً در بعض فامیلا میبینم که به سالها زنجفیل تازه در بین خانیشان در بین غذاهایشان استفاده نمیشه خب یک ظرف میگیریم و این مرغ از بین زمین میکشیم خب امی کچلوی جوجه دارم در بین زمین اضافه میکنیم و امی ترکاریه را که ریزام کردیم و یک مقدار سمارق هم کنجا سیرم در بین ازی اضافه میکنیم چی میکنیم کده؟ خب مخلوط میکنیم و اینجا پیشترم بر شما گفتم که پیسپتر است تقریبا 2 الی 3 برگ پیسپتر هم در بین ازی چی میکنیم؟ استفاده میکنیم و همچنان دلچینی ثابت خب میدیش هم استفاده کردیم و ثابتش هم استفاده میکنیم که دلچینی هم بسیار زیاد فایده داره بعضی کسایی که زیاد سلفه میکنن با گفتی سرسفید ها که به حساب سلفهشان کنه شده و دیر مانده شده میتونین از طرف شب یک گلاس آب جوش بگیرین البته با نوک قاشق چای خوری دلچینی دش پرتین از طرف شب نوش جان کنین انشالله همین تکلیفی که بسیار دیر مانده است و شما را تکلیف میده انشالله شفا میفین خب اینا رو میبینید که همیشه مخلوط کردید خب دوستان عزیز قدر قصه قصه امرای شما مصروف شدم چیزی که باید امرای عزیز اضافه میکردم او را فراموش کردیم که او البته چیست؟ پیاز است که را قبلا پوست کردیم و در بین او ماندیم ایرم در بین ازیمی ترکاری اضافه میکنیم
یک مقدار سرکه دیگر هم البته در بین اضافه میکنیم. یه خوب مخلوط میکنیم. خب اینال چی میکنیم که اینا را همراه سرکه و نمک بلکل اخته کردیم. ایره برای تقریبا یک ساعت امی مرغ همراه این ترکاری ها میمونیم که خوب اخته شود. بعد از او ایره بداشت میمونیم که پخته شود. خب سرش هم همونتر بسته میکنیم. بعد از یک ساعت بعد ایره بداشت میمونیم که پخته شود و مداشت چالون میکنیم که تا داشت گرم شود. دوستان عزیز ایره بر یک ساعت موندیم که خوب اخته شده و بعد نوست داشت میگیریم. خب چی میگیریم که از این کاغذ المونیوم پیپر استفاده میکنیم. خب چی میکنیم که یک مقدار از ترکاری ها را در بین از این اضافه میکنیم. خب دیدیم که یک دنم همین دالچینی زنده را در بینش ماندیم که بعدا انشالله به طریقه های مختلف بر شما آماده میسازم. میره ما شما میتونیم که بانو های مختلف کباب آماده کنیم. خب این مقدار ترکاری دیگر هم که مانده میرم چی میکنیم؟ در چهار اطراف از اضافه میکنیم. خب یک دنم تیزپته رو با داخل زمین میمونیم چون تیزپته یک بوی بسیار خوب و خوش داره. چی میکنیم؟ بسیار کم البته روغن در ریزی اضافه میکنیم. خب چی میکنیم؟ یک مقدار کم دیگه میبینیم بسیار کم و ایست ایست بالای ترکاری هم اضافه میکنیم. ریزی رو میکشنیم. چرا اطراف زیر خوب موکا میکنیم که در بین زمین خوب تفت بخوره و پخته شود و نرم شود. خب چهار طرف زیر مکمل بسته کردیم و چی میکنیم؟ میره بداش میمانیم. چون پتنوس داش کمک گرم است به احتیاط یک ذره کار میکنیم. دوستای عزیز ایره مدتی 20 دقیقه به داش مانیم تا پخته شود. بسم الله نام خدا داشم باید گل کنم. بسم الله گفته روش باز میکنیم. انشالله پخته شده. شما میبینید یک ظرف مناسب میگیریم و ایره بکشیم. کوشش کنیم که یک کپگیر کلانتر را بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسیار یک غذای مزه‌دار، مفید و می‌بینید که البته بسیار کم روغن انداختیم. این چربی قدر زیاد نداره. واقعا نمی بوی سرکه بسیار یک بوی خوشایند است، خوش آدم میایه. و دالچینی چون هم میدهش انداختیم و هم درستش هست. دالچینی هم از خود یک بوی بسیار خوب داره و تیز پتام. هر کدام از این مسالجات از خود یک بوی و ذائقه خوب داره. دوستای عزیز، ای بود غذای امروز، مرغ با ترکاری. خدا کنه که خوش شما هم آماده باشه.